خدا شکر، سلام می کنم به همه شما عزیزان به جلسه 43 از درس رساله به رومیان. خوش اومدید. خدا رو شکر می کنم برای وجود تک تک شما عزیزان که واقعا کلام خدا رو می خواید یاد بگیرید و اون رو در زندگی خودتون به کار ببرید. خدا رو شکر واقعا برای این فرصتی که دارم که میتونم مهمان منازل شما باشم به صورت زنده در این لحظه، یا اینکه بعدها ممکنه به این ویدیو رجوع کنید و بخواید که این درس رو دنبال کنید. همونطوری که در تصویر میبینید ما رساله به رومیان رو مطالعه میکنیم با همدیگر. امروز جلسه 43 هستیم و در واقع نگاهی خواهیم کرد به باب 8 آیات 5-8. یک مقایسه‌ای خواهیم کرد بین ذهن جسمانی و ذهن روحانی. اجازه بدید چند لحظه با هم دعا بکنیم و این کلاس و این درس رو با دعا آغاز کنیم. پدر، تو رو شکر می‌کنیم برای محبت عظیمت، برای نجات عالی و عظیمی که در عیسی مسیح به ما بخشیده ای، برای کلام زنده و مقدس. دعا می‌کنیم که تو مکشوف کنی کلامت رو خداوند، تا حقیقت کلامت بر ما مکشوف شده بتوانیم آنطور که اراده توست زندگی بکنیم ای خداوند عزیز، و فریب تعالیم بیشماری که وجود دارد ای خداوند نخوریم، بلکه تعلیم صحیح کلام تو را، آنچه که در کلام تو آشکار است، آن را بیاموزیم و آن را به کار ببریم. در نام قدوس عیسی مسیح، آمین. خب، خدا را شکر. اجازه بدید پس این آیات رو نگاهی بکنیم. من دوست دارم اول این آیات رو برای شما قرائت بکنم. این آیات رو البته در تصویر هم این زیر خواهید دید، برای اینکه مقدار کار رو راحت تر کرده باشه. پس من بعض موقع اگه توجه هم میره به این طرف، بیشتر به خاطر اینکه این آیه ها رو هم خودم میذارم که شما به هر حال بتونید راحت تر دنبال بکنید. ولی قطعا کتاب مقدس دارید، این درس رومیان هست، مطالعه هفتگی کتاب مقدس، پس بدون وجود کتاب مقدس امکان پذیر نیستش. اما بپردازیم به باب 8 آیه 5 ابتدا. میگه زیرا آنانی که بر حسب جسم هستند در چیزهای جسم تفکر میکنند، و اما آنانی که بر حسب روح هستند در چیزهای روح. آیه 6: از آن جهت که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی است. آیه 7: زان رو که تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند. و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود کنند. آمین. خدا را شکر. روح خدا در واقع فکر ایماندار رو به سمت چیزهای روحانی میکشه، و این آیاتی که خدمتتون قرائت کردم یکی از مهمترین در واقع بخشهای کلام خداست، چرا که در مورد ذهن انسان و فکر انسان صحبت میکنه و بحث میکنه. یک آیه داریم در امثال، اجازه بدید این آیه رو براتون بذارم، خیلی جالب هستش. میگه زیرا چنان که در دل خود فکر می کند، خود او همچنان است. تو را می گوید بخور و بنوش، اما دلش با تو نیست. خیلی آیه جالبیه. می خواد بگه که انسان همیشه به فکر چیه؟ هزینه هاست. پس در واقع جایی که یک انسان افکار خودش رو مشغول می کنه، یعنی فکر و ذهنش در حال سیر هستش و درباره آنچه که فکر میکنه اونهاست که مشخص میکنه او چگونه کسی است و چیکار داره میکنه. یک مثلی هست به زبان انگلیسی که ریتا سعی کرده ترجمهش بکنه، خیلی جالب هست این مثل. حالا منم یه مقدار پارافریزش کردم به قول معروف. میگه اگر انسان ذهن و افکارش در ظرف آشغال باشه، خودش هم بخشی از آشغال‌های
داخل ظرف زباله خواهد شد. منظورم چی هستش؟ در این آیه پنج هم اینجا خیلی خیلی زیباست، یعنی آیه رو براتون میذارم. اگر افکارش رو روی چیزهای خوب متمرکز کنه، خودش هم خوب خواهد شد. اگر به موفقیت و دستیابی به هدفها فکر بکنه، موفق میشه و به هدفهاش چیه؟ میرسه. اگر فکر او پر از مسائل مذهبی باشه و مذهب باشه، یه آدم مذهبی خواهد شد. و از اون طرف اگر همه فکر و ذکرش خدا و عدالت اوست، پس با ایمان و درستکار خواهد شد. پس انسان همانی خواهد شد و همان کاری را خواهد کرد که به آن چیه فکر کرده. این قانون تفکر هستش. و چقدر جالبه که کلام خدا درباره قدرت روح و ذهن انسان سه چیز رو در واقع به ما میگوید، که در این درس بیشتر ما به این سه چیز توجه خواهیم کرد. خب، نکته اول، ذهن غیر روحانی و نفسانی در مقابل ذهن و تفکر روحانی قرار داره. اینها ضد و نقیض هستن با هم دیگه. یعنی ذهن غیر روحانی در واقع منظورش چی از این آیه که اینجا هستش؟ منظور همون ذهن این بدن ماست، ذهن این جسم ماست. و چقدر جالبه در آیه 6 میگه که تفکر جسم موت است. هیچ فکر کردی؟ تفکر جسم موت است. منظورش چیه؟ در این ترجمه هزاره که من اینجا دارم میگه طرز فکر انسان نفسانی مرگ است. حالا من براتون این یاد باز بکنم، یعنی ذهنی که تحت سیطره و حاکمیت این بدن و جسم محکوم به مرگ، اما ذهنی که تحت حاکمیت روح است، زندگی، صلح و سلامتی رو از آن خودش میکنه. پس همونطور که گفتم، این ذهن غیر روحانی و نفسانی همین ذهن بدن ماست، یعنی ذهنی که انسان و بشر با اون زاده شده، یعنی ذهنی که از والدین خودمون به ارث بردیم ما. این ذهن نفسانی، جسمانی و غیر روحانی معانی دیگه‌ای رو هم چیه داره که باید اون معانی را ما لحاظ بکنیم و در نظر بگیریم و نگاه بکنیم. یکی از معانی این هست که این ذهنی است که به طبیعت گناه آلود انسان واگذار شده. ذهنی که تمرکزش بر طبیعت گناه آلود و امیال و آرزوهای دنیوی اون هستش، یعنی تمام و هم و غم او اینه که به دنبال طبیعت گناه بدوه، به اون توجه بکنه، مزه اون رو بچشه و به دنبال شرکت در نیازهای گناه آلود اون باشه و در واقع به وسیله همون هم چیه کنترل میشه. برای همین میگه این تفکر جسم موت یا ذهن نفسانی منجر به در واقع مرگ خواهد شد. موت این تفکر جسم موت که در این آیه اومده بر سه جنبه از زندگی انسان تمرکز داره، یا به عبارتی انسان و افکار او رو به سه سمت در واقع میکشه که من در این قسمت به این سمت ها و به این جهت ها نگاه خواهم کرد. جهت اول، سمت اولی که این تفکر جسمانی ذهن انسان رو به اون سمت میکشه، این هستش که به سمت هر چیزی که پسته، غیر اخلاقی، خشن، مادی و فیزیکی متمرکز میکنه افکارش، ذهنش. یعنی در واقع وقتی من میگم شخص غیر روحانی، اولین چیزی که به ذهن شما میاد چی هستش؟ اکثر مردم وقتی این کلمه غیر روحانی رو میشنون، اولین چیزهایی که به ذهنشون میاد اینا هستن: شهوت، سکس، قدرت، پول، املاک، مستقلات، اساسیه، احترام، مقام. اینه آنچه در فکر جسمانی وجود داره، یعنی فکر
دنیوی و زمینی. نکته بعد این هست که این تفکر غیر روحانی ممکنه روی چیز دیگه هم چیه متمرکز بشه. بعضی مواقع اینطور است که همه این ذهنهای غیر روحانی یا افکار غیر روحانی متمرکز بر مسائل پست و غیر اخلاقیه، بلکه میتونه متمرکز بر اصول اخلاق باشه، درستکاری و زندگی با فرهنگ. برخی از ذهنها معطوف به سعادت و راحتی خودشان و جامعه اطرافشان هستش. دنیای ما پر از این گونه ذهنها و اذهان هستش، یعنی اونا میخوان که خودشون و جامعهشون چی باشه؟ تر و تمیز و تحصیل کرده باشه و تا آنجا که امکان داره مملو از اخلاق، اخلاقگرا و درستکار باشه. پس این افراد بیشتر ذهنشون، فکرشون متمرکز نتایجیست که اون نتایج قابل ستایش و ستودنیست و البته این اهداف واقعا قابل ستایش و ستودنیه، منتها نکته اینجاست، داریم ما در مورد ذهن غیر روحانی صحبت میکنیم، نکته اینجاست ممکنه که یک شخص بسیار شسته رفته، تمیز، تحصیل کرده، ولی به همون اندازه از خدا جدا، خودمختار و برای در واقع خودش زندگی بکنه، درست مثل گروه اول که بهش اشاره کردیم. اکثر این اشخاص فرهیخته خب معذرت میخوام، به نظر چند لحظه قطع شد، هفته پیشم این اتفاق برای ما افتاد. پس این رو داشتم میگفتم که اشخاص فرهیخته و با فرهنگ متکی به کارهای خوب و خدمات خود هستند تا مقبول خدا بشن. اکثرا فکر میکنن که خدا اونها رو چیه؟ خواهد پذیرفت، چون زندگی و تلاش اونها متمرکز بر ساختن یک زندگی خوب و یک زندگی بهتر برای همه و اطرافیانشون هستش. ولی آنچه که این افراد از اون غافلن اینه که خدا علاقمند به ساخته شدن یک جامعه خدا محور هستش، نه یک جامعه انسان محور و یک جامعه در واقع دنیا محور، بهتره بگویم. خدا میخواد که نیازهای همه افراد رفع بشن، ولی او میخواد که این رفاه از طریق پایه و بنیاد روحانی انجام بشه و نه انسان. او میخواد مردم به سوی مسیح هدایت بشن، یعنی افکار زندگیشون بر خداوند متمرکز باشه تا اون تا چی بشه؟ تا حیات رو بیابن، حیات جاودانی، حیات وافر و حیات ابدی رو چیه؟ بیابن. خیلی جالبه، بشر در طی قرون سعی کرده و فکر کرده، گفتم این ذهن غیر روحانیه که به این سمت هم چیه؟ کشیده میشه. فکر کرده که با رفع نیازهای جسمانی در واقع بشر میتونه تمام مشکلات او رو چیه؟ حل بکنه. ولی رفع جسمانی نیازهای بشر نمیتونه نیازهای روحانی او رو رفع بکنه. اینجا یک حفره عظیمی وجود داره در وجود انسان، در زندگی انسان، و اون روح انسان هستش. پس در زندگی انسان حفره عظیم به جا میگذاره، از آنجایی که این روح انسان هست که تعیین میکنه او قراره چون زندگی رو داشته باشه، زندگی شکست خورده یا پیروزمند، زندگی با خدا یا بدون خدا. اجازه بدید یک آیه دیگه نشون بدم بهتون و قرائت بکنم. افسوسیان باب یک هست، آیه سه رو اگر من پیداش بکنم، اینجا، بله اینجا هستش، میگوید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. چقدر آیه زیبایی هستش.
و سومین سمتی که در واقع این ذهن غیر روحانی انسان رو میکشه این هستش که این نوع طرز تفکر، یعنی تفکر غیر روحانی، گاهی هم بر مذهب متمرکز میشه. پس گرفتید دیگه؟ نه، سمت اول کلن بر فساد و زشتی و تباهی است، سمت دوم به سوی در واقع اتفاقا اخلاقیات، تحصیل و یک جامعه بهتر رو برای خودش و اطرافیانش داشتنه. سمت سوم که این ذهن غیر روحانی ممکنه انسان رو به اون سمت بکشه، تمرکز بر روی چی هست؟ مذهب هست، بر روی خیرخواهی، کارهای خوب، مراسم، سنت‌ها، رسم‌ها. باز بخوام شما توجه بکنید که چنین افرادی، یعنی افرادی که شدیداً مذهبی هستن، اونها هم ممکنه دور از خدا زندگی بکنن. نه؟ چرا؟ شاید بپرسید یک شخص مذهبی چطور ممکنه دور از خدا زندگی بکنه؟ چون فکر و ذکر آنها به جای خدا بر مذهبشون هست و اینکه مذهبشون رو راضی نگه دارن. مهمترین چیز برای شخص مذهبی مذهبشه، یعنی به جای اینکه ملکوت خدا رو به جلو ببره، به جای اینکه اراده خدا رو که برای او در نظر گرفته انجام بده، به فکر جلو بردن مراسم و عادات مذهبی و پروژه های خیریه و غیره هستش. یعنی فکر میکنه با تکیه بر تعهدش به مذهبش، نه، متعهد هست نسبت به مذهبش، با تکیه بر این تعهد خدا او رو قبول خواهد کرد، به جای اینکه تکیه خودش رو بر روی پسر خدا، خداوند ما عیسی مسیح قرار بده، به او ایمان داشته باشه و به او توکل بکنه. حالا در همه این چیزها دوست دارم به این نکته توجه بکنید که ذهن و افکار شخص مذهبی متمرکز چه چیزهایی هستن. خیلی حائز اهمیت هستش وقتی که گفتم براتون باز میشه. ببینید، شخص مذهبی، چنین شخصی هیچ تأکیدی بر داشتن رابطه شخصی با خدا یا شناخت او، شناخت حقیقی او، ایمان آوردن به او، درک و فهمیدن او، راه رفتن با او، زیستن برای او نداره. اگر هم هست بسیار کم و اندک هستش. پس گرایشش چیه؟ تأکید یک ذهن مذهبی روی چی هستش؟ تأکید شخص، خیلی جالبه این اسم، غیر روحانی مذهبی، مذهبش هست، آداب و رسوم اون هسته، یعنی حفظ منابع مذهبش و به پیش بردن اونها. برای همه خیلی هم غیرت مذهبش رو داره، کسی نمیتونه در مورد مذهبش چیزی بهش بگه چون واقعا عصبانی میشن این گونه افراد. نوع تمرکز مادی و فانی است که خواهد گذشت و در واقع خواهد مرد. این آیه است که ما در اینجا خوندیم. پس دوست دارم باز به این نکته توجه بکنید که تفکر جسم، وقتی که این حرف رو میزنیم، الزاماً به این معنی نیست. این خیلی مهمه، چون معمولاً این اولین سمتیست، چیزیست که به ذهن ما میاد. پس فراموش نکنید، الزاماً به معنی افکار در واقع پست و غیر اخلاقی و کثیف نیست. پس چی هستش؟ یک تفکر غیر روحانی، جسمانی، نفسانی که نتیجهش موت و مرگه. یعنی هر نوع طرز تفکر، میخواد مذهبی باشه، میخواد فاسد باشه، یا میخواد بر اخلاق متمرکز شده باشه، هر نوع طرز تفکری است که بر پایه بر خدا پایه‌گذاری چیه؟ نشد. یعنی در وهله اول خدا در این تفکر و در این ذهن قرار نداره. اجازه بدید یکی دو تا آیه بخونیم تا قضیه برای ما بیشتر روشن بشه. رومیان باب اول آیه 28 میگوید:
و چون روا نداشتن که خدا را در دانش خود نگاه دارن. این ذهنیست که در واقع بر خدا پایگذاری نشده دیگه، نه؟ میگه خدا هم ایشان را چیه؟ به ذهن مردود. ببینید صحبت ذهنه، توی رومیان خیلی صحبت این ذهن است. به فیض خدا این آیات کمک میکنه باز بشه تمام این مفاهیم. خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت. پس این ذهن مردود یعنی طرز تفکری که بر خدا پایگذاری چیه؟ نشده. مهم نیست مذهبیه، مهم نیست بر اصول اخلاق متمرکزه، و مهم نیست بر اصول غیر اخلاقی متمرکزه. به هر حال بر خدا پایگذاری نشده. خدا هم میگه ایشان را به ذهن مردودش چیه؟ واگذاشت تا کارهای ناشایسته به جا آورند. افسوسیان باب 4 آیه 17 رو هم با هم بخونیم. پس این را میگویم و در خداوند شهادت میدم که شما دیگر رفتار منمایید، چنان که امتها در بطالت ذهن خود رفتار مینمایند. باز بطالت ذهن خود یکی دیگر از این مفاهیمی است که خیلی زیبا برای ما این مسئله رو باز میکنه. بسیار، این نکته اول بود. نکته دوم در مورد اینکه کلام خدا درباره قدرت روح و ذهن چی میگه این هستش. تفکر روحانی، حالا بپردازیم به تفکر روحانی. تفکر روحانی یعنی ذهن طبیعی انسان، همون ذهن که به وسیله روح خدا چی شده؟ تازه شده، احیا شده. چقدر عالیه در رومیان باب 12 آیه 2 این مطلب رو بسیار زیبا بیان میکنه. میگه و هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود. پس این ذهن نیست، همین ذهن خودمون هستش، ولی تازه شده. به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل کنید. یعنی حالا قراره که اعمال ما، کردار ما، گفتار ما چی باشه؟ بر پایه این ذهنیت جدیدی است که به ما داده شده، یعنی ذهنی که احیا شده در واقع. تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. همینطور این رو در افسوسیان باب 4 آیه 22 23 و 24 میبینیم، که من دوست دارم این آیات رو براتون اینجا گذاشتم قرائت بکنم. ابتدا 22 و 23 رو میخونیم، بعد به 24 میپردازیم. میگه تا آنکه شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد میگردد از خود بیرون کنی و به روح ذهن خود تازه شوید. آیه 24، و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. پس تفکر روح در آیه 6، در آیه 6 میگوید طرز فکر انسان نفسانی مرگ است، اما طرز فکری که در سیطره روح قرار دارد حیات و آرامش است. ترجمه قدیمی صحبت از تفکر روح میکنه در آیه 6. یعنی چی تفکر روح؟ یعنی ذهنی که به وسیله روح کنترل میشه. باز ممکنه بگید یعنی چی کنترل میشه، چجوری میشه؟ یعنی در تسخیر روح هستش، یا بهتره بگم زیر کنترل روح قرار داره. یعنی کسی که در روح زندگی میکنه، یعنی فکر خودش رو هر روزه بر آنچه که روح برای او آرزو میکنه متمرکز اون قرار میده. ببینید حالا نکته چی هستش؟ نکته اینه که روح خداست که موجب میشه ایماندار به مسائل روحانی فکر بکنه. ببینید پس این ذهن تازه‌ای که روح خدا اون رو عوض کرده، متبدل کرده، چرا اهمیت داره؟ چون این روح خداست که باعث میشه من ایماندار، توی ایماندار به مسائل روحانی فکر بکنی. یعنی اگر روح خدا در ما نباشه، اگر این جدید این ذهن روحانی در ما نباشه، خب طبعاً ما به مسائل روحانی نخواهیم کرد. خیلی راحته. مهم نیست مذهبی هستم، مهم نیست آدم اخلاقگرایی هستم یا آدم فاسدی هستم، هیچ اهمیتی نداره، چون ذهن من تحت کنترل روح نیست.
پس به مسائل روحانی فکر نخواهیم کرد. روح خدا در ایماندار زندگی میکنه عزیزم. او آنجاست که در ایماندار چیه؟ کار کنه تا هم اراده و هم خواست خدا را انجام بده. خیلی اهمیت داره این قضیه. اونجاست که افکار و ذهن ایماندار رو روی چیزهای روحانی چیه؟ نگه داره. پس خیلی مهمه این ذهن روحانی تا من ایماندار، توی ایماندار بتونیم روی چیزهای روحانی متمرکز بشیم. حالا منظور من چی از این چیزهای روحانی؟ یه چند مورد رو خدمت شما خواهم گفت. اولی مورد اینه که ایماندار پس فکر خودش روی رشد شخصیت روحانی خودش و ثمرات روحانی نگه میداره. یعنی پس خیلی روشنه دیگه نه؟ اگر ایمانداری اصلا به فکر رشد شخصیت روحانی و ثمرات روحانی خودش نیست، یعنی چی؟ یعنی ذهن روحانی چیه؟ نداره. ببینید چقدر عالیست. ما بذارید این آیه رو بخونیم از غلاطیان باب 5 دیگه نه، آیه 22 و 23 چی میگه اینجا؟ ثمره روح، وقتی تحت کنترل روح هستی، وقتی ذهنت روحانیه، وقتی خدا اونجاست کمکت میکنه تا روی چیزهای روحانی متمرکز بشی، پس همیشه به فکر رشد شخصیت روحانی خودت هستی. ثمرات روحانی برات اهمیت دارن. برای همین میگه ثمره روح چیه؟ میوه چیه چنین ذهنی؟ محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع، پرهیزکاری، که هیچ شریعت مانع چنین کارا چیه نیست. حالا اگر محبت و خوشی و سلامتی و علم و مهربانی و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاری نیست، شاید خیلی آدم مذهبی هستی ولی غیر روحانی هست. نکته بعد این هستش که ایماندار فکر خودش رو بر خدمت و بشارت عیسی مسیح متمرکز میکنه. برای همین شما میبینید عده‌ای در این کره خاکی، عده‌ای از ایمانداران تمام هم و غم و فکر، لازم نیست هندل بزنی، لازم نیست تشویقشون بکنی، تمام فکرشون، تمام واقعا هم و غمشون خدمت و بشارت عیسی مسیح، متمرکز بر اون هستن. چرا؟ چون همانند استادشون عیسی مسیح عمل میکنه، روح خدا اونجاست. چنان که پسر انسان نیامد تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. ایماندار روحانی با ذهن متبدل شده جاهای استادش عیسی مسیح میره. و لوقا 19:10، زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. دیگه چی؟ ایماندار فکر خودش رو متمرکز شناختن، ایمان داشتن و درک خدا میکنه. تمام هم و غمش این هستش. اشعیا باب 43 آیه 10، این آیه 10 هستش، اشعیا 43 جا نمیشد، برای همین من ننوشتم این رو. ولی چی میگه؟ یهوه میگوید که شما و بنده من که او را برگزیدم شهود من میباشید، به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خدای مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. همینطور یوحنا باب 17 آیه 3 خیلی معروفه، حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسم. اینو ذهن روحانیه، در پی شناخت عیسی مسیح هستش. دیگه چی؟ ایماندار فکر خودش رو روی شباهت هرچه بیشتر به مسیح متمرکز میکنه. اما غمش این هستش، رومیان باب 8 آیه 29، اجازه بدید براتون بخونم، زیرا آنانی را که از قبل شناخت
ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا اون نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. همینطور دوم قرنتیان باب 3 آیه 18، لیکن همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدل می شویم، چنان که از خداوند که روح هست. باز نکته ای هست؟ هست. ایماندار فکر خود را متمرکز به زیر انداختن هر تصور، ببینید این ذهن روحانیه، هر تصور و خیال و برهانی که برخلاف خداست در پی اونه که اینو چیه؟ بیرون بندازه. یعنی پس چیکار بکنه؟ یعنی هر فکری رو به اطاعت مسیح در بیاره، هر فکری رو به اطاعت مسیح در بیاره. من این آیه رو اینجا نذاشتم ولی براتون قرائت میکنم. دوم قرنتیان 10:5، که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا میگه، هر بلندی، هر خیالی را خدا میافرازه، به زیر میافکنه، به زیر میکشیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر میسازیم. چقدر عالیست. هللویا. نکته سوم از این که کلام خدا درباره قدرت روح و ذهن بیان میکنه در خصوص سرنوشت، حالا هر دوی این افکار یا ذهنها یا تفکرات هستش. به ذهن غیر روحانی و نفسانی شدیداً هشدار داده میشه، در حالی که به ذهن و تفکر روحانی اطمینان، تسلا یا تسلی و تسکین داده میشه. بذارید باز کنم یه مقدار این قسمت رو براتون. ببینید نکته اول در این خصوص این هستش، سرنوشت تفکر جسم مرگه. این سرنوشت تفکر جسم است، اون نکته اول اگر یادتون باشه. البته مرگ به مفهوم مرگ روحانی، جدا شدن، بریده شدن از خدا به طور ابدی تا به ابد، به این معنی که روح در اون مرده است، هرچند داره در این دنیا زندگی میکنه، در این دنیا داره زندگی میکنه. باز فراموش نکنید، یا مذهبیه یا اخلاق جراست، ذهنش فرقی نمیکنه، روح در او مرده است، در این دنیا زندگی میکنه، روح در او مرده است. و همانطور مرده یعنی چی؟ یعنی جدای از خدا باقی خواهد ماند. کسی فریب نده شما رو، یعنی حتی وقتی به جهان آینده میخواد وارد بشه، روحش مرده است، پارتی در کار نیست. در فیض بازه الان الحال کلام خدا میگه روز نجات است. وقتی در کشتی نو بسته شد، خدا بست در رو، کار تموم شد دیگه. فریاد، شیون کاری رو از پیش نمیبره. الان زمان فریاد و شیون در حضور خدا و ایمان آوردن به اوست. بذار یه مقدار جزئی تر صحبت بکنم در این خصوص. ببینید ذهن غیر روحانی و جسمانی و نفسانی نمیتونه خدا را در حال حاضر نادیده بگیره و بعد انتظار داشته باشه که در جهان آینده افکار الهی داشته باشه. ذهن غیر روحانی و جسمانی نمیتونه در حال حاضر در این زندگی متمرکز جسم خودش باشه و بعد انتظار داشته باشه که در جهان آینده فرصت خواهد بود متمرکز خدا. زهی خیال باطل. ذهن غیر روحانی و جسمانی نمیتونه در حال حاضر هر طور که دوست داره فکر میکنه عمل میکنه و بعد انتظار داشته باشه که در جهان آینده
در مورد اراده و خواست خدا فکر خواهد کرد. ذهن غیر روحانی و جسمانی نمیتونه در حال حاضر یک ذهن دنیوی داشته باشه و بعد انتظار داشته باشه که در جهان آینده ذهن روحانی خواهد داشت. ذهن غیر روحانی و جسمانی و نفسانی نمیتونه در حال حاضر طبیعت گناه آلود رو انتخاب بکنه، بگه من طبیعت گناه آلود رو میخوام انتخاب کنم، بعد انتظار داشته باشه که در جهان آینده از این طبیعت گناه آلود نجات و رهایی بیابه. و بالاخره چنین ذهنی نمیتونه در حال حاضر خدا رو رد کنه و بعد انتظار داشته باشه که در جهان آینده خدا او را با آغوش باز بپذیره. به زبان ساده، البته خیلی ساده بود این چیزی که گفتم، ولی ساده ترش بکنم، هرچی که ذهن انسان انتخاب کنه، هرچی که امروز ما انتخاب کنیم، پی در پی ادامه خواهد یافت. یعنی چی؟ یعنی اگر ذهن طبیعت گناه آلود رو به جای خدا انتخاب کنه، آپشن داریم دیگه، نه؟ انتخاب میکنیم. ذهن گناه، طبیعت گناه آلود رو به جای خدا انتخاب کنم، معلومه که دیگه من انتخاب خودم رو چیه؟ کردم. یعنی از اون لحظه به بعد، از اون زمان به بعد، این ذهن، چون این انتخاب منه، بدون خدا تا به ابد ادامه خواهد داشت. برای همین میگه خدا ولشون کرد، به رومیان میگه نه در باب اول، به ذهن مردودشان رها کرد. اون ذهن انسان، خدا رو شکر برای این اراده آزاد، برای این خلقت بی‌نظیر. ببینید ذهن انسان اجازه داره، من دوست دارم خدا رو، اجازه داره هر طور انتخاب میکنه همون طور باشه. هر طور ذهن شما انتخاب بخواید میتونه بکنه، شما میتونه همون شخص باشه. اگر انتخاب من و شما اینه که جدا و بریده شده از خدا باشیم، یعنی متمرکز بر طبیعت گناه آلود باشیم، اونگاه این روح و روان ما چیه؟ دارای همون طبیعت گناه آلود خواهد بود، یعنی دور و جدا از خدا. خدا اونجا جایی نداره عزیزان، فریب نخوریم. خیلی ها گفتم در اون قسمت اول، فکر کنن چون مذهبیان پس مقبوله، چون اخلاق گران برای خودشون و جامعه خوبی و بهتری رو میخوان، نیازهای بشر رو فکر میکنن رفع بکنن، اون در واقع دیوار عظیم، اون ورطه عظیم، اون رو هم نیاز روحانی او رو چیه؟ رفع کردن. نه، شما تصمیم گرفتید دور از خدا زندگی بکنید. ببینید خدا انسان رو دوست داره، من خدای مسیحیت رو دوست دارم. خیلی ها در این عالم مذاهب اونها رو خدا مینامن، ولی خدایی که میخواد به زور یقه منو بگیره وارد بهشت بکنه حتی با کشتن من، این خدای من نیست. خدای من خداییست، منو دوست داره، یعنی بشر رو دوست داره، به انتخاب بشر احترام میگذاره، هیچ کس را به زور، به زور اسلحه و شمشیر و هرچی شما فکر بکنید مجبور نمی کنه که او رو انتخاب بکنه، چون خدا در پی در واقع پاپت، کسی نیست که او رو کورکورانه پیروی بکنه. انتخاب مال انسانه. خدا گفت انتخاب مال دوست، انتخاب. شاید خدا رو انتخاب بکنه، فبوا آفرین، میتونه طبیعت گناه و مرگ رو انتخاب کنی. خودش میدونی، خودت میدونی چی رو میخوای انتخاب کنی. بذارید یکی دوتا آیه باز بذارم، امثال 21:16، هر که از طریق تعقل گمراه شود، خیلی های جالب، هر که از طریق تعقل گمراه شود در جماعت مردگان ساکن خواهد گشت. حالا برای که بیشتر باز بشه به یوحنا 5:23 نگاه کنیم.
میگه تا آنکه همه پسر را حرمت، خدا دنبال حرمت عزیزان، همچنان که پدر را حرمت می‌دارند و کسی که به پسر حرمت نکند به پدری که او را فرستاد احترام نکرده، یقه که نمیگیره خدا. چقدر عالی است. نکته بعدی در این خصوص این است که حالا سرنوشت تفکر و ذهن روحانی ببینیم چی هستش. حیات و آرامش هستش، درست در واقع نقطه مقابل مرگ. مرگ رو یه طرف داریم، این طرف زندگی، حیات و آرامش و صلح و صفا است. ذهن روحانی پس حالتی از تفکره که سرشار از زندگی و صفا است. ایماندار باید، ایماندار واقعی با ذهن روحانی باید سرشار از زندگی و صفا باشه، پر از افکار حیات بخش و صلح‌آمیز. اگه افکارت حیات بخش و صلح‌آمیز نیست، صفا و سرشار زندگی و در واقع اون حیات ندرت نیست، ذهن روحانی نداری عزیز من، حتما مذهبی هستی. فکر روحانی در حیات در واقع ساکن شده و زندگی رو به مفهوم کامل تجربه میکنه. این ها هستن ایمانداران حقیقی و اونو تا ابد چی ادامه میدن. ذهن روحانی، بذار بیشتر بازش کنم، پر از محتواست، پر از هدفه، پر از مسائل مهم و حیاتی هستش، مطمئنه، اعتماد به نفس داره، پر از شادی و خوشی هستش، پر از شناخته، پر از ایمان و درک خداست، بالاخره مملو از میوه های روحانی محبت و عشق و خوشبختی و شادی و آرامش هستش. منظورم از آرامش و صلح چیه؟ گفتیم که نتیجه چنین ذهنیه، یعنی این انسانیه که با خدا کرده. از کجا؟ چون به طور قطع، به طور یقین میدونه که گناهانش بخشیده شده. اگر شما اطمینان بخشش گناهانتون رو ندارید، هنوز مطمئن نیستید، دو دل هستید، پس از آرامش صلح الهی برخوردار نیست زندگیتون. ولی ذهن روحانی میدونه با خدا آشتی کرده، چون به طور قطع میدونه گناهانش بخشیده شده و مورد قبول خداست. همین در آرامش الهی ساکن شده، در آرامش زندگی میکنه. به این معنی که هر روز و هر ساعت توجه و هدایت خدا را در زندگی خودش تجربه میکنه. او در صلح و آشتی با خدا این زندگی رو میگذرونه و میدونه که خدا مراقب اوست. ببینید چه اطمینانی است، خدا مراقب اوست و همه چیزها با هم برای خیریت او در کارن، چون آرامش در زندگیش هست. میدونه به کی ایمان آورده، میدانم به کی ایمان آوردم، مرا یقین. میدونه که خدا نیازهای مربوط به ابدیت او رو نیست چیه رفع کرده. میدونید چرا؟ چون خدا بهش یه امتیاز عالی، یه امتیاز باشکوه، یه امتیاز پرجلال داده. میدونید چیه این امتیاز؟ زندگی جاودان، زندگی ابدی. و خدمت خود را با دادن وظایف و مسئولیت‌های عالی فراهم کرده. میخوام به یه نکته دیگه هم توجه کنید، بیشتر باز کنید. انسانی که تفکر روحانی داره، خیلی مهمه این نکته، خواهش میکنم توجه بکنید، چون همه ایمانداران عزیز الان خودشونو همه تو این دسته انداختیم دیگه. ما نه، من ایماندارم، به عیسی مسیح ایمان آوردم و داره در مورد من صحبت میکنه برادر شموئیل، هللویا. تفکر روحانی، انسانی که تفکر روحانی داره با همه انسانهای دیگه در صلح و صفاست.
بعضی موقع آدم آرزو میکنه میگه اگه ایماندار اونقدر تلخن، انقدر مرارت درشون هست، یعنی قرار ابدیت رو با هم بگذرونیم. ببینید تفکر روحانی، انسانی که تفکر روحانی داره، ذهنش تازه شده، با همه انسان ها، برادران و خواهرانت و دیگر انسان ها، فامیل ها و دوستان و اطرافیانت، در صلح و صفاست، همه رو دوست داره، به همه توجه میکنه، مهم نیست کیان اینا. درست همونطور که عیسی مسیح همه رو دوست داره و به همه توجه میکنه، نه؟ چون انسانی که ذهن روحانی داره، داره به شباهت عیسی مسیح در میاد. یادتون نره گفتیم یکی از کارها اینه که فکر و ذکرش اینه که بیشتر شبیه عیسی مسیح بشه. پس تفکر روحانی یعنی ذهنی که بر مسائل روحانی متمرکز هستش و محبت و آرامش رو میشناسه و اونو تجربه کرده. حیات و آرامش چیزهایی هستن که تا ابد از آن او خواهند بود. برای همین پولس و سیلاس در زندان در حال سرود خواندن و پرستش هستند. خیلی ها در آزادی در قید و بند هستند، چون حیات و آرامش تا ابد با اونها بود. مهم نیست کجا بودند، چون شرایط حاکم بر ابدیت اونها و ذهن اونها نبود، ذهن اونها جای دیگه متمرکز بود. این وعده خداست عزیزان و شهادت تمام مقدسی نیست که قبل از من و تو زندگی کردن. اگر تفکر روح رو کاشته باشیم، پاداشش هم چیه؟ درو میکنیم. و پاداش تفکر روح چیزی نیست به غیر از زندگی و آرامش ابدی. زندگی و آرامش ابدی. اجازه بدید یه چند تا آیه براتون بذارم تا این مطلب روشن‌تر بشه. ابتدا نگاه کنیم به انجیل یوحنا باب 5 آیه 24. آمین آمین به شما میگویم، هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد، گفتم ابدی نه، و در داوری نمی آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. تمومه. یوحنا 16:33. بدین چیزها به شما تکلم کردم تا در من سلامتی داشته باشید، یعنی آرامش و صلح و صفا داشته باشید. در جهان برای شما زحمت خواهد شد، لکن خاطر جمع دارید. خیالت راحت باشه برادر من، خیالت راحت باشه خواهر من، اگر در زحمت هستی خاطر جمع دارید، زیرا که من بر جهان غالب شدم. هللویا، خدا رو شکر. یا آیه دیگه هم بخونیم، رومیان 14:17. بعضیا عوضی فهمیدن ولی کلام خدا روشنه. ملکوت خدا اکل و شرب نیست، بلکه عدالت و سلامتی و خوشی در روح القدس. چقدر عالیه. ببینید در این آیه 8 میگه کسانی که جسمانی هستن نمیتوانن خدا رو چیه؟ خوشنود کنند. و در واقع در آیه فکر کنم حالا 7 هستش، میگه که تفکر جسم دشمنی چیه؟ با خداست. خب یعنی چی؟ وقتی میگه تفکر جسم دشمنی با خداست، پس یادتون نره تفکر جسم معنیش چی بوده؟ اون نقطه اول بود. یعنی بدین معنیه که این تفکر پاک و پایدار نیست، گناهکاره، پر از فساده، یعنی در واقع در مرگ کاشته شده. ذهن غیر روحانی یا جسمانی به تلخی با آنچه که خداست مخالفت میکنه، پس نتیجتاً در مرگ ساکن هست و در آینده نیز به طور دائمی تا
به ابد در مرگ ساکن خواهد شد. تو همین آیه 7 میگه در ضمن این تفکر جسم که دشمنی با خداست، میگه چون که شریعت خدا رو اطاعت چیه؟ نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند. ذهنش اینه. به سادگی یعنی چی؟ یعنی تفکر جسمانی مطیع قانون خدا نمیشه. مطیع قانون خدا نمیشه در واقع. میدونید چرا؟ زیرا همچون خدا نیست. چون طبیعت الهی نداره این ذهن. رفتار الهی نداره. سرنوشت الهی نداره. فکر غیر روحانی علاقه اصولا به قوانین الهی نداره. اصلا سعی فکر میکنه، سعی میکنه آنطور که خدا میخواد زندگی بکنه، هرگز. فکر جسمانی فقط میخواد چیه؟ بر خودش متمرکز باشه، امیال خودش، بدن خودش، طبیعت خودش. فرق نمیکنه حالا چی باشه، قضا باشه، سکس باشه، غرور باشه، قدرت باشه، مقام باشه، پول باشه، به رسمیت شناخته شدن باشه، مردم کف بزنن، شهرت داشته باشه، عدالت شخصی باشه. این ذهن غیر روحانی و جسمانی و نفسانی است. اما در خاتمه حقیقت باشکوه چی هست؟ هللویا. حقیقت باشکوه اینه که روح خدا میتونه این فکر جسمانی رو دگرگون کنه، زیر و رو کنه، احیا کنه، تر و تازه بکنه، تغییرش بده کاملا. و این روح خدا میتونه فکر رو به سمت چیزهای روحانی بکشه. اجازه بدید این آیه رو بذارم و با این آیه تموم بکنم. هم شکل این جهان میگه مشه، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. خدا برکتتون بده. نمیدونم کسی سوالی داره، کسی سوالی کرده، ممنون میشم اگر کسی سوالی کرده یا سوالی داره. حتما زیر همین پست که در صفحه شخصی من هست بذارید، چون به هر حال دسترسی به جاهای دیگه واچ پارتی و اینها ما نمیتونیم داشته باشیم همزمان، خیلی برای ما سخته. آیا کسی سوالی کرده؟ من نمیدونم. سوالی نکرده، پس خدا رو شکر میکنیم. اجازه بدید با یک دعا این کلاس رو خاتمه بدیم. هللویا. خواهر من، برادر من، اگر ذهنت غیر روحانی است، جسمانی و نفسانی، راه دور نرو. شاید خیلی آدم اخلاق جرایی هستی، خیلی آدم خوبی هستی و خیلی مذهبی هستی، یا شاید هم فاسد هستی، فرق نمی کنه، اما غیر روحانیه. الان فرصت هستش، در همین لحظه اگر میشنوید صدای خداوند رو، اگر روح خداوند شما رو ملزم میکنه، زانو بزنید و دعا کنید و بخواید که خداوند شما رو عوض بکنه. گفتم او این ذهن جدید رو میتونه و میخواد به شما چیه بده. توبه بکنید از گناهانتون، برگردید از اون مسیری که میرید و به سمت خدا کشیده بشید تا ذهن روحانی رو داشته باشید. ذهن روحانی گفتم چه ویژگی هایی داره. نگاه بکنید، شاید ما تصور میکنیم ذهن روحانی داریم ولی ممکنه نداشته باشیم. صلح و صفا نداریم، آشتی با همه رو نداریم، در واقع متمرکز عیسی مسیح نیستیم، متمرکز خدمت او نیستیم، متمرکز بشارت او نیستیم، متمرکز اراده، شناخت و خواست خدا نیستیم. اگر نیستیم پس باز جسمانی هستیم. ولی اگر هستیم ادامه بدید، ادامه بدید. نور و نمک باشید، نور و نمک باشید. با همه در صلح و صفا. نمیتونید با کسی دعوا بکنید، نمیتونید پشت سر کسی حرف بزنید. عزیز من،
نمیتونید حرفای زشت نباید هرگز از دهان شما بیرون بیاد، غیبت بکنید هرگز، اگر هست توبه بکنید همین لحظه. یادمون نره، هشدار شدیدی به ذهن جسمانی داده میشه، چون ذهن جسمانی به سمت موت ابدی در حال حرکت هستش، ولی ذهن روحانی آرامش و شادی و صلح و صفا رو با خودش خواهد داشت. پدر جلال میدیم تو رو و تو رو شکر میکنیم برای عیسی مسیح که به ما چنین واقعا نعمت با شکوه یعنی حیات جاودان رو داد تا ما در اراده ای تو و برای توی خداوند زندگی بکنیم، نه برای خودمون و نه برای این دنیا. مبارک بساز عزیزان رو و ما رو خداوند رو در دستای مقدس خودت بگیر و به کار ببر به نام قدوس عیسی مسیح، آمین. خدا همه شما عزیزان رو برکت بده تا هفته دیگه و ادامه درس رومیان.